با نام یاد خدا سلام به دوستان نهاید عزیز امیدوارم خوب و صحتمند باشید خوش آمدید به یکی از دیگر درس های ایزی انگلش یا انگلیسی آسان دوستان در این درس قصد داریم بالای سیمپل فیوچر تنس و یا زمان آینده ساده حالت بیانی و حالت منفی آن با هم کار بکنیم پس باید که شروع کنیم سیمپل فیوچر تنس زمان آینده ساده سیمپل future tense is used to show an action which will take place in the future. زمان آینده ای ساده عملی را نشان می دهد که در آینده اتفاق خواهد افتاد. زمان آینده ساده زمانی است که عمل و یا کار ما در آینده اتفاق می افتاد. خب، adverbs of time، قیدهای زمان. ما و شما زمانی که درباره آینده صحبت می کنیم، بعضی قیدها داریم که می توانیم استفاده کنیم. به طور مثال، tomorrow، tomorrow، fardo, the day after tomorrow. the day after tomorrow, pas fardo. next week. next week after, but next month. next month, mohebat. next year. next year, solabat. next summer. next summer, toby next winter. next winter زمستان بعد و next January next January جنوری بعد کلمه next بعد معنی میتا همچنان two days later two days later دو روز بعد three days later three days later سه روز بعد four days later four days later چهار روز بعد کلمه later چی معنی میده؟ بعد اینها قید هایی هستند که در باره آینده میتونیم برایشان استفاده کنیم. خب این هم از فرمولی که قرار است برای افرمیتیو فرم یا حالت مثبت بیانی استفاده بکنیم. در ابتدا سبجکت پلاس ویل پلاس ورب پلاس کامپلمنت یا تکمیل کنینده. ببینید شکل اول فعل استفاده میکنیم. درست است؟ به طور مثال ساینتیست ویل دیسکاور ا نیو Scientists will discover a new medicine. Scientists دانشمندان یک داروی جدید کشف خواهند کرد. ببینید درباره آینده صحبت می کند و از فرمول بالا استفاده کردیم. Scientists دانشمندان will خودش discover کشف خواهند کرد. A new medicine complement یا تکمیل کننده. جمله بعد I will think about it. I will think about it. من درباره آن فکر خواهم کرد. ببینید نظر و فرمول I subject will خودی will think verb about it complement یا تکمیل کننده. احمد will take an English class tomorrow. احمد will take an English class tomorrow. احمد فردا یک صنف انگلیسی خواهد گرفت. She will spend all her time with her family. She will spend all her time with her family. او تمام وقتش را با فامیلش سپری خواهد کرد. They will sell their apartment tomorrow. They will sell their apartment tomorrow. آنها فردا آپارتماندشان را خواهند فروخت. ببینید تمام جملات ما درباره آینده صحبت میکنه و همچنان از فرمول بالا استفاده میکنیم. ادامه میتیم. I'll call you next week. I'll call you next week. من هفته بعد به شما زنگ خواهم زد. ببینید شکل اختصاری will چیست؟ دو دانه ال و چه قسم تلفظ میشه؟ I'll. I'll. شما با تمام سبجکت ها یا فایل ها میتونید شکل اختصاریش استفاده کنید. We will meet at 7 o'clock. We will meet at 7 o'clock. ما ساعت هفت بجه ملاقات خواهیم کرد. She'll bake a cake tonight. She'll bake a cake tonight. او امشب یک کیک خواهد پخت. ببینید دوباره از حالت اختصاری استفاده کردیم. She'll, she'll, I'll, I'll, will. درست است؟ He will move to his new flat next month. He will move to his new flat next month. او ماه بعد به آپارتمان جدیدش کوچ خواهد کرد. و I'll bring vegetable and fruit I'll bring vegetable and fruit من سبزی و میوه خواهم آورد درست است؟ حالا میریم نگتیو فرم حالت منفی در حالت منفی سبجکت اول میاد دوباره پلاس ویل نات استفاده میکنیم بعد از ویل فعل کمکی ویل نات اضافه میکنیم پلاس ورب فعل استفاده میکنیم و کامپلمن یا تکمیل کننده و طور مثال دی ویل نات begin their English کلاس تومورو دی ویل نات begin their English کلاس تومورو آنها سنف انگلیسیشان را فردا شروع نخواهند کرد ببینید درباره آینده صحبت میکنه و جمله منفی است از فرمولی بالا هم استفاده کردیم دی subject will نات ویل نات begin ورب Their English کلاس تومورو کامپلمن یا تکمیل کننده احمد will نات help any of یو احمد ویل نات هلپ any آف یو احمد هیچ یک از شما را کمک نخواهد کرد He will not lie again. He will not lie again. او دوباره دروغ نخواهد گفت. سارا will not fight with her sister again. سارا will not fight with her sister again. سارا دوباره با خواهرش جنگ نخواهد کرد. و they will not steal anymore. They will not steal anymore. آنها بیشتر از این دزدی نخواهند کرد ببینید تمام جملات ما نظر به فرمول پیش میره و منفی است که درباره آینده صحبت میکنه همچنین he won't teach us anymore he won't teach us anymore او بیشتر از این به ما درس نخواهد داد شکل اختصاری will not won't won't i won't cry again i won't cry again من دوباره گریه نخواهم کرد Ahmad won't write his homework tonight. Ahmad won't write his homework tonight. Ahmad امشب کار خانگیش را نوشته نخواهد کرد. She won't come with us. She won't come with us. او با ما نخواهد آمد. و they won't buy that computer. They won't buy that computer. آنها آن کامپیوتر را نخواهند خرید. شکل اختصاری will not, won't. خب دوستایی هم از کار خانگیتان پانزه جمله است کلا شما میتونید سوالاتتان و مشکلاتان در قسمت کامن بنویسید کوشش میکنم کمکتان بکنم تا درس بعدی خدایا رو نگهدارتان